بچه ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من وحید هستم، با یه آموزش دیگه از آموزش های موشن گرافیک در خدمت شما هستم. امروز میخوایم آموزش موشن گرافیک، این بازی انگری برد یادتون هست که میگرفتن میکشیدن، میخوایم یه سری شخصیت های انگری برد رو بهش موشن بدیم، حرکت بدیم، بخوره توی مثلا هدف قلط بخوره و بیاد سر جاش. میخوایم به این موشن بدیم. بچه ها با هم بریم سراغ آموزش. قبل اینکه بریم سراغ آموزش، من موف کردم به مک، هیچ فرق نمی کنه دوستان، مک و ویندوز، برنامه های ادوبی مثل همه، همون فعالیت هایی که شما میتونید تو ویندوز انجام بدید تو مک هم میتونید انجام بدید. من داخل فتوشاپ هم گفتم براتون، فقط به جای اینکه اونجا کنترل داشته باشه، اینجا کامند داره، یه کمی تفاوت های این شکلی داره، وگرنه از نظر اطلاعاتی هیچ فرقی نمیکنه. خب من سریع فقط میرم سراغ آموزش. قبل اینکه برم سراغ آموزش، بچه‌ها ما رو سابسکرایب کنید، کامنت برامون بذارید، انتقاد پیشنهاد آموزش خاصی هم هست که براتون پر کنم اونم بگید تا براتون انجام بدم. خب من اینجا یه لایه باز میکنم. ببینید قبل از اینکه من وارد آموزش بشم، چند تا نکته اساسی بهتون میگم. یکی اینکه فایل های الیستریتور خیلی قوی تر از فایل های پی ان جی و پی اس دی فتوشاپ هست. فایل های الیستریتور وکتور هست و خیلی کیفیت بالاتری داره. من اینا رو الان به شما نشون میدم که چه شکلی. من اینجا دارم این فایل الیستریتور انگری برد رو. ببینید اینجا اگه دقت کنید فایلش الیستریتور میام، یادتون باشه اونجا تو آموزش قبل من اینا رو ایمپورت ازش رو فوتیج میذارم، این دفعه میام میذارم رو کامپوزیت. یعنی چی؟ یعنی وقتی من اینو انتخاب کردم رو کامپوزیت بذارم، خودش یه دونه کامپوزیت برای من میسازه. ببینید الان خودش لایه ها رو جدا گذاشته، یه دونه کامپوزیت هم واسه من درست کرده. بچه‌ها به این حالتی که میبینید برای من یه دونه کامپوزیت هم درست کرده. خب پس این تا اینجا. الان من فایل های پی ان جی هم وارد میکنم. فایل پی ان جی که دارم اینجا نوشتم انگری پی ان جی، اینا رو وارد میکنم. اینم رو حالت فوتیج قرار میدم، رو حالت فوتیج یا فرقی رو حالت کامپوزیت فرق نمیکنه. فقط من قبلی رو حالت کامپوزیت گذاشتم که ببینم کامپوزیت برام بسازه که تمام مثلا لایه ها، الان من خاموش میکنم ببینید داخل کامپوزیت باشه. خب من اینجا پی ان جی رو باز میکنم بچه‌ها. این پی ان جی، فایل پی ان جی منم باز شد به این حالت. اگه این بالا رو ببینید عکس پی ان جی من باز شده. من یه دونه کامپوزیت میسازم 1080 1080، من اینو عوض بکنم 1280 در 720 بذارم بچه ها. اوکی، ثانیهش هم بذارم روی 3 ثانیه فکر کنم خوب باشه. 3 ثانیه خوب و اوکی رو میزنم. خب یه دونه کامپوزیت جدید مثلا، اما یه دونه سالید اینجا میدم مشکی باشه. اوکی، اینو فیت میکنم که شما راحت ببینید. خب الان میام چیکار میکنم؟ من میام یه دونه از اون فایلایی که انگری بیت های الیستریتور رو وارد این کامپوزیت هم میکنم، میذارم رو حالت بالا، اینم روی فول میذارم که کامل مشخص بشه. یه دونه از پی ان جی ها رو بچه ها وارد میکنم. ببینم این کدوم بود که وارد کردم، دقیقا مثل هم باشه که شما کامل راحت تشخیص بدید که چه تفاوت هایی با هم دارن. این هم یه دونه پی ان جی وارد میکنم. پس ببینید این پی ان جی شد بچه ها، این الیستریتر شد. من این رو جاشو جا به جا میکنم به این صورت، جفتشو بچه ها میگیرم با شیفت یا با کنترل فرق نمیکنه. اسکیلشو میزنم، اسکیلشو میزنم روی 350. به این بزرگ میخوام بکنم که شما راحت بتونید تشخیص بده. پس این دوتا تا اینجا رو داریم، درسته؟ یه دونش فایل الیستریتوره، سمت راستی سمت چپی پی ان جی. من اینجا الیستریتور رو روشن میکنم، این به قول معروف ماسماسکش رو روشن میکنم که تفاوت رو ببینید. ببینید الان وقتی خاموش باشه شما متوجه نمیشید. چرا؟ توی نرم افزار، بخاطر اینکه نرم افزار بتونه سریعتر کار کنه خودش خاموش میذاره که متوجه شه، ولی وقتی روشن میکنم ببینید چقدر تفاوت با هم دارن. یعنی من بزرگ بکنم که شما بتونید تشخیص بدید. سمت راستی الیستریتور وکتوره، سمت چپی پی ان جی.
پس سعی کنید تا اونجایی که میتونید بچه ها برای کارهای موشن حتما برنامه ایلستریتور رو یاد بگیرید و فایل های وکتور وارد افتر افکتتون کنید. ببینید خوبی افتر افکت اینه که فایل های وکتور ایلستریتور رو کامل میشناسه بچه ها. ببینید چقدر راحت وارد شد. خب این تا اینجای آموزش. میخواستم یه نکته رو بهتون بگم که حتما رعایت کنید بچه ها. من این دو تا فایل رو پاک میکنم میرم سراغ آموزش، میرم کوچیک میکنم، چند تا فایل دیگه دارم ایمپورت میکنم بچه ها، برمیگردم یه دونه میز دارم، یه دونه بکگراند خورشید دارم، این دو تا رو وارد میکنم و بکگراند خورشیدم رو وارد صفحه میکنم به این حالت. میتونستم وارد این میتونستم همینجا باشه بهتر. یه دونه سالید براش میسازم بچه ها. خب یه دونه سالید من اینجا بسازم، رنگشو بذارم آبی آسمونی. چطوره بچه ها؟ همین آب خوب باشه. اوکی میکنم یا میذارم پایین. ببین ابتدایی دیگه، اینا رو شما بلدید کلن دیگه، درسای آموزشی قبلی ما رو ببینید، اینا رو تو اونجا من آموزش دادم. خب ارزم به حضورتون من این خورشید دارم، حالا تمام فایل های انگیری برت رو واردش میکنم یک به یک. ببخش بذار اول میزم وارد کنم. ببین اینم میزم که حالت بازه به ایلستریتوری داره، یعنی کیفیت فوق العاده بالا. اسکیلش رو من میزنم، اسکیلش رو کوچیک میکنم، پوزیشنش رو میزنم با پی، اسکیل با اس پوزیشنش هم میزنم و میارم میذارم این گوشه سمت چپ. بازم یه بار دیگه اسکیلش رو میذارم، اسکیلش رو میذارم روی 43. اوکی پوزیشنش هم میتونه تغییر میدم، اینو فیت بکنم که من راحت تر باش کار کنم، شما راحت تر ببینید، یه کمی هم میارمش پایین تر. خب فعلا چی داریم؟ یه سالید داریم، بک‌گراند صفحه‌مونه، یه دونه خورشید داریم و یه دونه میز داریم. خب الان بچه ها بیایم اینجا و انگری برتا رو هم وارد کنیم. فایل پی ان جی شو من دیگه پاک میکنم، باش کار نمیکنم دیگه، نمیخوام کار کنم، میخوام با ایلستریتور رو کار کنم. تمامش رو میگیرم با شیفت همه رو وارد پنجرهش میکنم، وارد پنجره دکستاپ میکنم. خب جاهاشو یکی یکی تغییر میدم. ببینید اینو تو پای که باید کوچیک بشه، این یکی رو میذارم اینجا، این یکی رو میذارم این طرف، این یکی رو میذارم پایین، انگلی برتا رو کوچیک میکنم. بذار یک کار کنم، بذار من اول اسکیله همش رو میگیرم با شیفت، اس رو میزنم، اسکیله همش باز میشه و همه اسکیله رو میذارم روی 50. 50 خوبه، 40 هم حتی شاید خوب باشه، 40 هم خوبه. اوکی اینا رو میبندم، میام حالا جا به جا میکنم اینا رو همشون رو که شما متنبه باشی ببینی قراره چی کار کنیم. ببینید ما اینا رو داریم، میخوایم اینا رو از اینجا بزنیم روی، بیاد روی این صندلی پرتاب بشه، بخوره به این طرف، بخوره به این طرف، بخوره به اینا، اینا حرکت کنه بازو برگرده سرش. یکم من میزم میکشم عقب. خب اوکی بچه ها تا اینجا که اوکی شد، پس ما اینا رو گذاشتیم، انگری برتا رو گذاشتیم، بک گراند رو گذاشتیم، خورشید رو گذاشتیم. فقط قبل اینکه بریم سراغ آموزش، من بیام کی فریم رو به شما یه آموزش یک دقیقه کوتاه بدم، بعدش برمیگردیم سراغ آموزش. من یه دونه انگری برتا رو از اینجا انتخاب میکنم، یه کامپوزیت میبرم توی کامپوزیت. بذارید این کار رو نکنم، بذارید یه کامپوزیت بسازم، اینه بذارم اسمش رو تست دو، کلیک میکنم، یه سالید میسازم، میتونستم سالید هم همونجا داخلش بسازم. حالا من میام یه انگری برتا رو پاک کنم، میام انگری برتا واردش میکنم. خب ما این نداریم، من اینا اندازهشو میگیرم کوچیک میکنم، شیفتم میگیرم که به یه اندازه کوچیک بشه. اوکی بچه ها اگه یادتون باشه من اولای آموزش موشن گرافیک به شما گفتم برید داخل ادیت، حالا این رو مک، رو پرفرنسی، رو جنرال و اینجا گزینه دیفالت لاینیر رو فعال کنید. الان میخوام برای اون توضیح بدم که چرا اون موقع گفتم برای این لاینیر رو فعال کنید فعلا تا داخل اینجا به شما آموزش بدم. خب من اینا اینجا دارم، میام میذارمش قسمت اینجا، پوزیشنش روشن میکنم، پی رو کی فریم چراغش روشن میکنم و میام اینجا. اوکی باشه بچه ها تو
یکم کوچیکش کنم. کامپوزیتم خیلی بزرگه، کامپوزیتم هم کوچیک میکنم. اما یه آموزش کوتاه بعدش میریم سراغ آموزش اصلی. خب این اینجا رو ثانیه دو من بخوام اینو بزنم اینجا. اگه ما شیفت بگیریم توی یه خط صاف میره، اگه نگیریم اینا متغیر میشه. توی یه خط صاف مثلا اینجا باشه. خب ببینید همونطوری که یادتون باشه من اینجا بهتون گفتم رو لاینیر بزنید. من اینجا رو اینجا شما میتونید کلیک راست کنید و داخل کی فریم ها برید. میتونید همینجا رو این قسمت کلیک راست کنید و داخل کی فریم ها برید. فرق نمیکنه. من برای اول کار میام داخل این و کلیک راست میکنم، میذارم رو کی فریم اینترپولیشن. کیفرم اینترپولیشن، ببینید این همون لاینیرایی بود که بهتون گفتم. من اینجا میخوام تغییرش بدم، دومی گزینه دوم و بذارم رو اتو بیزر. اتو بیزر رو میذارم اوکی میکنم. همینطوری که رو اتو بیزر زدم کلیک کردم، یه دونه هندل به من میده، یه دونه دستک اینجا به من میده، قبلش نمیداد. و وقتی من این رو بیارم پایین به این حالت، الان من اگه پلی کنم ببینید موشن من چه شکلی شد. بذار من یه کمی ببرمش عقب‌تر تا راحت مشخص بشه. اجازه بدید خیلی من عرضم به حضورتون که کامپوزیتم رو کوچیک کردم. اینا میذارم روی این ثانیه. خب ببینید چی شد، اینطوری پلی میشه، این میاد اینجا. پس این بازوها بچه ها کارش این بود که ببینید قبلا رو لاینیر بود، بازوها رو نداشت. خب ببینید اینطوری میاد اینجا، ببینید چه حالت موشن خوشگلی میگیره، جیت میاد اینجا. خب الان مثلا من میخوام این قسمت خب بیاد واسه من مثلا پایین. خب و اینکه اینجا کلیک میکنم کی فریم اینترپولیشن رو کامتیل روی کانتینیوز بیزر، رو کانتینیوز بیزر میبینی حالتش عوض میشه. یعنی یه حالت من اینو بذارم روی چیز بذارم، مثلا رو کانتینیو بیزر نذارم، بذارمش رو حالت بیزر معمولی بذارم. رو حالت بیزر معمولی که بذارم میتونم روی جفت بازوهاش کار کنم. ببینید بچه‌ها اینایی که بیزر، اتو بیزر، لاینیر، اینایی که هست اینا میتونه شما با بازوهاشون بیشتر کار کنید. مثلا الان رو بیزر که گذاشتم من میتونم رو دو تا بازوها کار کنم. ببینید به این حالت. خب من میام رو حالت اولی. اولی رو چیه؟ اولی جفتش به احتمال لاینیر 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 جفتش عوض میکنم، مثلا میذارم روی اتو بیزر اولی را. ببینید بازویی که بهم میده بازو رو میارم اینجا. الان یه پلی میکنم، ببینید میاد اینطوری اینطوری میشه. دیدید چی شد بچه ها؟ اینطوری شد. خب الان مثلا خب من اینو دوست ندارم، میگم که آقا بچه ها تو برو اینجا، تو هم بیا بالا، کی فریم بعدی تو هم بیا اینطوری بالا. ببین الان چی شد، میره بالا میاد پایین میره بالا. چرا من اینجا این کارو میکنم؟ چرا دارم اینو به شما آموزش میدم؟ چون وقتی که ما میخوایم اینجا این انگری بیاد حرکت کنه بخوره روی سر این میز، از این میز بخوره به کنار این دیوار و بخوره اینجا و بخوره تو اینا، نیاز به این کی فریم ها داره. به خاطر همین دارم قبلش اینو به شما آموزش میدم. پس چی شد، میاد اینجا میخوره میره بالا. حالا حتی ما میتونیم روی اینجا یه دونه قلتک دیگه هم بهش بدیم، یا اینکه اصلا ما اینو بگیریم بکشیم یه کمی پایین‌تر، اینم بگیریم یه کمی بکشیم پایین‌تر و اینجا ما یه قلتک دیگه بهش بدیم. مثلا اینو بذارمش اینجا به این حالت، یکم بیاد این طرف‌تر، از روی کیفریم اینترپولیشنش رو بذارم روی بیزیر باشه، روی این دفعه روی این حالت میذارم که بتونم یک کمی هم اینجا نرم اینطوری بکشمش، یک کمی هم نرم از این طرف بکشم. میام این قسمت اینجا رو هم همینطوری میکنم، یک کمی نرم از این طرف میکشم، یک کمی هم نرم از این طرف میکشم. اینو میذارم روی این قسمت، اینو میذارم روی این قسمت، اینو یک کمی میارم وسط‌تر، یک کمی بهتر میشه اینطوری جینگ. خب حالا که اینو یاد گرفتیم بچهای کی فریم ها، اینترپولیشن و لاینیر بیزر، اینو یاد گرفتیم، وارد این مرحله کامپوزیت اصلیمون میشه. من اینو دیگه پاک میکنم، وارد کامپوزیت اصلیمون میشه و یک به یک شروع میکنیم به کی فریم دادن به اینها. میزو میذارم اولیش روشن میکنم و به اولی اینها کی فریم میدم و این چهار تا رو روشن میذارم، سه تا و اینم چهار تا، یک به یک به اینا کی فریم میدیم بریم جلو. خب فعلا این آموزش کمی زیاد شد، زمانش طولانی شد. بچه‌ها شما اینو ببینید، یک کمی کار کنید. قسمت دوم آموزش انگری برتم براتون آپلود میکنم. حتما بچه‌ها ما رو سابسکرایب کنید، کامنت، انتقاد، پیشنهاد یادتون نره. قسمت دوم منتظرش باشید، در اسرع وقت براتون آپلود کردم. مرسی، فعلا خدا نگهدار.